نیمی ز من عاشق شده با دل توانی می کند، نیمی دگر سودای عشقی آسمانی می کند. منطق ندارد قلب من، بی انضباطی می کند، در انتخابش باز هم بی احتیاطی می کند. احساس پیری می کند، گاهی جوانی می کند، با هر که می بیند چرا شیرین زبانی می کند. عاشق شود در راه عشقش جان فشانی می کند، گاهی نمی دانم چرا دل بدگمانی می کند. عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. سنایی هستم با سری برنامه پرژن اوارد در خدمتتونم. قطعه رو که براتون خوندم از نوشته های زیبای میهمان امروز برنامه آقای یعقوبی هست. عذرخواهی میکنم، متخلص به ایلیا. آقای یعقوبی خیلی خوش آمدید، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین. اگه میخواین خوشو بشی با بینندگان ما داشته باشین بفرمایید. تمنده میکنم. از ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و تشکر میکنم از شما و تیمتون که بنده رو دعوت کردید به جمعتون. خوشحالم که در بینتون هستم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. البته من جسارت کردم، شما خودتون استاد فن بیان هستید، من شعر شما رو خوندم، عذرخواهی میکنم، ولی خب از همینجا شروع کنیم. شما اول صدا بود یا اول قلم بود؟ خدمت رو از بکنم. من حالا بگم که چطور شدش که حالا درگیر در واقع حالا ادبیات و شعر و حالا بیان شدم. من تا زمان دانشجویی، یعنی تا سال 74-75، خب برشک هم می نوشتم، هم برشک مطالعه زیاد داشتم. بعد که درگیر کار شدم مدت ها برشک دور بودم و چون درگیر کارهای عمرانی بودم، یه زمانی شد که من یه مسافرتی رفتم، دیدم که من دیگه از هیچ لذت نمیبرم، یعنی همش ذهنم درگیر کاره. یه تلنگری شد بابت اینکه برشک کارم کم بکنم و به علاقم که سالها بود فراموش شده بود بپردازم. اول بحث شعر بود. من خدمت آقای محمد رضا نظری از شاعر خوب شیراز و از دوستان خیلی خوبم، پیش ایشون یک دو سال در واقع حالا خدمت ایشون بودم و به توصیه ایشون که بحث این که حالا روی صدا کار بکنم و دکلمه بکنم، به توصیه ایشون برشه کم کم هم شعرهای خود ایشون که بی نظیر هست و حالا شعرهای خودم و از موقع برشه دکلمه هایی بوده که انجام میدم. تقریبا شعر و صدا تقریبا همزمان با هم اومده توی زندگی. بله. شما فکر میکنم اهل شیراز هستید، درسته؟ چجوریه که شیراز انقدر هنرمند داره؟ بله، خدمت از بکنم. من اصلیتا شیرازی نیستم، اما بچه از زمان دانشگاه شیراز بودم دیگه، شیرازم ازدواج کردم، خانمم شیرازی هست. الان میگن کجایی هستی؟ میگه همون جایی که همسرم مال اونجاست، من مال اونجا، درسته؟ اینو ما شنیدیم. بله. خب به قدری شیراز خوب هست و حالا دوستانی که داریم، حالا بچه چیز هستش که واقعا یه جورایی احساس وطن بودن میکنه آدم. من واقعا لذت میبرم هم از خود شهر شیراز و هم از مردم و دوستانی که دارم.